سلام بچه، میبینم که یه چند تا ویور داریم. نمیدونم یه چند دقیقه دیگه صبر کنم یا شروع کنم به توضیح دادن استریم. خب دیگه فکر کنم از الان دیگه شروع کنم دیگه. هر کی نرسید میتونه توی یوتیوب بقیه استریم ما ببینن دیگه. ببینن به هر حال همه این ویدیوها، این استریمایی که پخش میکنم ضبط میشن و آپلود میشن به یوتیوب، ادیت شده یه جورایی. و اگر هم میخواین موضوع استریم بعدی رو انتخاب کنیم، میخواین نظری بدین، یه بات هم دارین که لینکش هم الان میذاریم توی چت، که این دو تا لینک الان میذاریم توی چت، حتی توی بایو هم میتونید ببینید این لینک ها رو. و کلا میخوام این استریم یکم بیشتر اینتراکتیو باشه تا اینکه من فقط حرف بزنم. اگر نظری دارین یا سوالی دارین توی چت بپرسین. حالا موضوع این استریم امروز مانیتورینگه. راستش من میخواستم بیشتر در مورد NF تیبل صحبت کنم. هفته پیش و هفته قبل از اون NF تیبل صحبت میکردم، ولی به توجه به رأیاتون و نظراتون من استریم مانیتورینگ با پرومیتیوس و گرافانا من پخش میکنم. بعدن میخوام یه استریم دیگه در مورد NF تیبلز و نت منتشر کنم، ولی میخوام صبر کنم تا یه وسیله جدید دارم میگیرم که بتونم قشنگتر براتون نمودار بکشم، اینجور چیزا بکشم، نشون بدم که دقیقا اینا چجوری کار میکنه، چون با یه ترمینال نمیشه خیلی راحت توضیح داد که اینا چجوری هم. خب استریم امروز ما در مورد پرومیتیوس، ما بزنیم تو گوگل پرومیتیوس مانیتورینگ و لینکاشون رو میاریم بالا. این خود سایتشونه، میگه Prometheus from Metrics to Insight. حالا Prometheus چی هست اصلا؟ شاید اسمشو شنیده باشین، شاید یه buzzword به قول انگلیسی ها میگن، یعنی یه چیزی که خیلی ها بهش توجه میکنن و خیلی ها میشنون زیاده هی تکرارش میکنن، ولی شاید ندونن معنیش چیه و چی هست. Prometheus یه در واقع یه دیتابیس، خب ولی دیتابیس تایم سیریز، و میتونیم بیشتر در موردش توی ویکی‌پدیا بخونیم که تایم سیریز دیتابیس چیه. این طوریه که به جای اینکه مثلا یه جدول داشته باشی، یه تیبل داشته باشی و یه سری رو داشته باشی و کالم داشته باشی، دیتا پوینت داری. فرض بگیریم مثلا یه سنسور دماسنج داری، یه تمپرچر سنسور داری، خب و میخواین که به مرور زمان ببینی که چقدر این تغییر داده، یعنی دما چند شده. تایم سیریز دیتابیس میتونی مثلا این داده از این سنسور رو بدی به دیتابیس و دیتابیس ذخیره میشه و میتونی بعداً کوئری بزنی، درخواست بزنی تمام این داده رو ببینی و برات نمودارم بکشه. چون یه دونه از اکسس، یعنی اگه فکر کنیم مثلا یه نمودار، یه دونه اکسسش تایمه، همیشه مثلا همین میگن تایم سیریز. و خب این یه دیتابیسه و میگه مثلا دایمنشنال دیتا داریم، پاورفول کوئریز داریم، گریت ویژوالیزیشن داریم، افیشنت استوریج، تمام اینا داریم، ولی بذار بهتون نشون بدم که چجوری کار میکنه. حالا توی سبک کار من، تو زمینه من و تجربه من این بوده که پرومیتیوس رو برای مانیتورینگ سرویس ها و سرور ها استفاده میکنم. مثلا من 10 تا سرور دارم، این ورانور توی اتاق سرور، شاید تو دیتا سنتر، این ورانور سرور دارم و میخوام تمام اینا رو مانیتور کنم، یعنی میخوام ببینم مثلا چقدر CPU داره مصرف میکنه، چقدر رم داره مصرف میکنه، تا این داده رو میخوام یه جا سنترال داشته باشمش که ببینم و بررسی کنم. و حتی میتونم روش alert بسازم، یعنی اعلام کنه، به من یه پیام بده، SMS بده، کاری بکنه هر موقع یه چیزی از یک حد گذرونده، یعنی بیشتر شده. مثلا اگه یه سروری داری که گهگداری دیسکش پر میشه، میتونی یه الرت بزنی که هر موقع 80% از دیسکش پر شد، یه الرت بفرسته که من فوری برم این رو دیسکش رو خالی کنم که دیگه بازم، یعنی اون پیش نیاد که دیسکش پر بشه و دیگه همه چی
مشکل، همه چی مشکل بشه دیگه. خب پرومیتیوس رو داریم و یه چیز دیگه هم که داریم گرافانا. گرافانا یه ابزار ویژوالایزیشنه، یعنی باش نمودار رو اینا میکشیم و یه چیز این شکلی. این پریویو برامون گذاشته خیلی خوب و قشنگ، میتونیم ببینیم که تمام داده اون حالا برای استفاده ما، برای کار ما از پرومیتیوس میگیریم این داده رو، این داده رو گرفته و اینطوری برامون نمایش کرده. این خیلی به درد میخوره چون میتونی بری توی این گرافانا که در واقع یه وب پنل، یه فرانتند، میری تو گرافانا از این پنل ها میسازی و توش یه کوئری میذاری، یه کوئری از اون دیتابیس، و برات نمودار میکشه و میتونی سیوش کنی برای بعدا و میتونی لینکش رو بدی به یکی دیگه و اون لینک رو باز میکنه، میتونه حالت سیستم رو ببینه اگه یه سیستم هست. اینجا میتونیم ببینیم که خب مثل اینکه یه وبسایتیه، تعداد لاگین ها رو گذاشته، چقدر مموری داره مصرف میکنه، تمام این چیزها رو گذاشته تو این نمودار. حالا اگه برنامه نویس هستی، خب بیشتر این کارها بیشتر برای مثلا سیس ادمین اس ار ای که میخواد سیستمش رو در نظر بگیریم، من اگه برنامه نویس هستی این به چه درد میخوره؟ خب توی بعضی از شرکت ها، مثلا شرکت خودم که توش کار میکنم، مجبوریم تو همه سرویس هایی که ما میاریم بالا یه هلث چک بیاریم بالا، یعنی یه اند پوینت بیاریم بالا، یه چیزی بیاریم بالا که یه سیستم دیگه، حالا پرومیتیوس معمولا، بتونه بیاد یه درخواست بهش بزنه مطمئن شه که آنلاینه، و یه اند پوینت دیگه که متریکس داشته باشه. متریکس یعنی داده های این اپلیکیشن. پس دفعه دیگه که میخواین یه چیزی بنویسین، یه سرویسی بسازین، برین ببینین آیا میتونین یه کتابخونه لایبرری پرومیتیوس هم بهش وصل بکنین. اگه بتونین خیلی خوب میشه، چون اون اپلیکیشنتون بای دیفالت به طور عادی یهوی کلی داده و متریکس داره و میتونین وصلش کنی به چنین سیستم و کلی داده ازش دریابی، که خیلی خوب میشه. میتونی مثلا اگه با گولنگ چیزی نوشته باشی یا راست چیزی نوشته باشی، میتونی به راحتی تمام حجم مموری که اون پروسه داره میگیره از سیستم رو اکسپورتش کنی، یعنی بدیش به پرومیتیوس که پرومیتیوس هم بعدش گرافانا میتونی ازش درخواست بزنی، اینا رو بیاری بالا و ببینی بعد از 2 هفته مثل این که مصرف رم این اپلیکیشن 2 برابر شده با وجود اینکه هیچ چیزی نشده و میفهمی که خب مموری لیک دارن. یعنی این چیزا به درد میخورن مخصوصا توی محیط پروڈاکشن. خب حالا این داده رو از سیستم ها معمولا چجوری میگیریم؟ فرض کن یه سیستم لینوکس داریم، خب یه دبیانی، آلپاینی، اوبانتوی چیزی، یه سیستم لینوکس داریم، میخوایم این داده رو از این سیستم در بیاریم و بدیم به پومیتیوس که بتونه ازش استفاده کنه و ذخیره کنه توش. یه چیزی ساختم به اسم نود اکسپورتر که مال خود پرومیتیوسه و تو گیتابش هم میتونیم پیدا کنیم. بذار این دارک مود رو غیر فعال میکنیم. این نود اکسپورتره، میگه نود پرومیتیوس اکسپورتر فور هاردویر اند او اس متریکس اکسپوزد بای نیکس کرنلز written in go and with pluggable metric collectors. خب این یه اکسپورتره، یه چیزی با گولنگ نوشته شده و ریلیس تازه 1.01ش هم اومده بیرون ماه جون و این رو روی سیستم نصبش میکنی و رانش میکنی به طور سرویس، مثلا با سیستم دی میاریش بالا و داده رو از سیستم در میاره. مثلا اینا چیزایی که بای دیفالت طور عادی فعال شده روی این نود اکسپورتر. نود اکسپورتر میره مثلا داده آرپ رو در میاره از پروکنت آرپ، بی کش در میاره اگه از بی کش داری استفاده میکنی، باندینگ اگه سیستمت کارت شبکاش باندینگ شده اونها هم در میاره،
یا اطلاعات بوت تایم رو در میاره روی چنین سیستم ها. داروین که فکر کنم مک باشه، دراگون فلای، یا بی اس دی، فری بی اس دی، نت بی اس دی، اوپن بی اس دی، سولاریس، تمام اینا رو میتونه در بیاره. کانترکت که برای ارتباط های شبکه هست، اگه کانترکت و نت توی ان اف تیبلز یا آی پی تیبلز فعال کرده باشی، این داده رو میتونه در بیاره. میتونی استاتستیکس سی پی رو در بیاری، میتونی ببینی مثلا چند درصد سی پی داره مصرف میشه. کلی از این چیز میزا داره. من میتونم هی برم برای سه چیزا داره که دیسیبل شدن بای دیفالت که اینا باشه. اینا رو معمولا دیسیبل میکنن چون این رو از سیستم درخواست اینا، این اطلاعات از سیستم شاید یکم زیادی حجم داره، مثلا شاید یکم بیشتر از چیزی که ما میخوایم از سی پی یو استفاده کنه که اون داده رو از سیستم در بیاره، یا شاید اصلا لازم نباشه، یعنی شاید اصلا مهم نیست. ولی خب مثلا میتونی اگه یه سیستم داری که زیاد ارتباط شبکه بهش انجام میشه، میتونیم تی سی پی استف رو فعال کنیم و میتونیم تمام ارتباط های تی سی پی رو بررسی کنیم با همین نود اکسپورتر. وقتی که این همه اطلاعات همش پردازش میشه، خودش بار رو روی سیستم زیاد نمی کنه. خب اینها رو فقط تنها این داده رو سیستم در میاره وقتی که ما ازش میخوام، یعنی وقتی که این نود اکسپورتر رو فعال کردیم رو سیستم، سرویسش رو فعال کردیم، اونجا آیدل میمونه، یعنی هیچ کاری نمی کنه. ولی یه متریکس اند پوینت، یعنی یه HTTP اند پوینت میاره بالا و اگه بهش درخواست بزنی، همون لحظه میره این اطلاعات رو از سیستم جمع میکنه و پسش میده به، یعنی به عنوان خروجی میده و در جواب درخواست HTTP میده. حالا اینا رو بهتون نشون میدم. خب یعنی سه تا چیز الان بهتون نشون دادم. گرافانا رو نشون دادم، پرومتیوس رو نشون دادم و نود اکسپورتر نشون دادم. حالا اینا رو به راحتی میتونیم بیاریم بالا و یکم تستشون کنیم. این نور اکسپورتر رو بیاریم بالا، روی هر سیستم میتونیم بیاریم بالا، ولی روی سیستم لپتاپ خودم میارم بالا الان. پرومیتیوس رو هم میاریم بالا و گرافانا هم میاریم بالا. و برای اینکه نمیخوام سیستم آلوده کنم، پکیج زیادی نصب کنم روی سیستم، میخوام از داکر استفاده کنم برای این. یه داکر کمپوز فایل مینویسیم با هم دیگه که این سیستم رو بیاریم بالا. و برای اینکه این کارو بتونم بکنم، داکر هاب رو میارم بالا. ولمون کن با این کوکی ها. ممنون از کوکی. اوکی خب، اولین چیزی که میخواییم بیاریم بالا گرافانا، که گرافانا خودش ایمیج داره توی داکر هاب و میتونیم داکر ران دشتی گرافانا فلان بزنیم. خب من یه ترمینال میارم بالا الان، mkd-p stream docker stream monitoring cd stream monitoring. خب اینجا vim docker dash compose dot yaml. اولین کاری که میکنیم میزنیم ورژن و ورژن 3 میخواییم و سرویسز میگیم که اولین سرویس که میخواییم بیاریم بالا رفانا. خب و میگیم ایمیج چی میخوام؟ مال رفانا سلاش رفانا از کجا باشه؟ از اینجا باشه. رفانا. خب بعدش چه متغیرهایی داره؟ پورت ها رو باید مشخص کنیم و چیزهای دیگه. ببینید چه تگ هایی داریم. latest ubuntu latest میبینم. معمولا هر موقع میخوام ایمیج پیدا کنم دنبال تگ alpine میگردم که مثل که ندارم، همون latest رو در میاریم استفاده میکنم. میگیم که latest رو میخوایم. پورت میگیم که پورت 3000
به 3000 و حالا من نمیدونم والیومز رو چی بزنم، مثل اینکه بیشتر اطلاعات داره اینجا. براوزر رو زوم کنم، باش براوزر رو زوم کنم، شاید هم بهتر باشه این دارک مود غیر فعال کنم، کلا رو غیر فعالش میکنم که راحت تر باشه. آره میگه که داکیومنتیشن داریم، آها دیفالتش آلپاین ایمیجه، خب این خوبه. میگه پرفان آف ماستر برانچ، اینو شما نمیخوام، میخوام بدونم این این چیزایی که ذخیره میکنه کجا ذخیره میکنه، که هر بار من بیارمش بالا بیارمش پایین اینا پاک نشه. میگه که ولیوماش implicit volumes barley profana etc profana barley profana میزنم volumes، میگم که slash profana slash چی بود، میگم configo، میزنیم etc چی بود etc profana و میگم که grafana slash میگم lib، میگم var lib grafana. اگه اشتباهی کردم خواهش میکنم به من بگید که خبرون نره. بعدش میگیم که dot slash grafana slash log، میخوام که این var log grafana باشه. خب فکر کنم این اوکی باشه. و این حالا چیکار میکنه، این داکر فایل که میارم بالا این پوشه گرافانا رو کانفیگ رو میسازه و اینو مونتش میکنه به اینجا، به اینجای داخل کانتینر، که دیگه هر بار من کانتینر رو بیارمش پایین بیارمش بالا دیگه اینا پاک نمیشه، چون داکر کانتینرش فایل هایی که توش ذخیره میشه اگه ماونتش نکنیم یا والیوم نسازیم پاک میشه. خب این رو انجام میدیم، پورتش هم که مشخص کردیم، فکر کنم این پورت این بالا اشتباه زدم، اینجا این توریش باید میکردم و اوکی. خب این رو سیوش میزنم و یه ترمینال دیگه هم باز میکنم، cd stream monitoring docker dash compose up، یعنی ایمیج رو پول میکنه و کم زومش رو کم کنم، ایمیج رو میگیره و این کانتینر رو میاره بالا. باید الان لاگ رو ببینیم بعد از اینکه این ایمیج رو پول کرد، ببخشید که این یکم قاطیه. صدا خوبه، تصویر خوبه، زوما خوبه، سوالی داریم؟ خودش داده خاصی رو ذخیره نمیکنه، فقط لاگ هایی که دریافت میکنه رو ذخیره میکنه. لاگ دریافت نمیکنه، این میگه permissions denied. ای بابا احتمالا باید یه پرمیشنی بزن روی این default user id is 472 instead of file ownership is no longer modified during startup with ch own. Previously we were labeled defined as volumes in the Docker file. This led to the creation of three volumes each time a new instance of Grafana container started, you wanted or not. You should always be careful. چپار کنم حالا؟ داکر یا خدا من اینشو نمیخواستم. اشکال نداره، بدون والیوماشو میاریم بالا فعلا، حال حسده این نداره. دیگه
استریم من بدون مشکل استریم من نمیشه. کامپوز از اینوالید ولیوم از اینوالید تایپ شود بی اره. این هم کامنت میزنیم بریم بالا. خب یه چیزی اومد بالا فکر کنم. اگه الان بزنیم local host port 3000 آفرین یه چیزی اومد بالا فکر کنم. رمز دیفالتش هم ادمین باشه. ادمین سیو نمیخوایم و نمیخوایم هم کاری بکنیم، فقط لاگین میکنیم. بله 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 استریم من با مشکل دیگه، شایدم جذاب باشه تو. خب این یه نسخه از گرافانا آورده بالا 733 و اینجا کلی داکیومنتیشن و اینا داره، ولی اینا اصلا برای من مهم نیست. فقط اینکه اووردیمش بالا فعلا خودش خیلیه. حالا بریم چیز بعدی، گرافانا رو آوردیم بالا، حالا پرومیتیوس رو هم بیاریم بالا. پرومیتیوس داکر اکسپورتر هم حتی داریم، ولی اینو نمیخوام فعلا. خود پرومیتیوس رو در بیاریم بای پرام. نمیدونم اگه این خود خودشون باشه یا نه، احتمالا خودشونه. اونر پرام میخوام تایید کنم. آره احتمالا خودشونه. این from Prometheus رو میخوایم. اون داکر فایلمون رو تغییر میدیم، داکر کمپوزمون رو تغییر میدیم، میگیم که الان Prometheus رو میخوایم و ایمیجش میخوایم که این باشه و تگ latest Prometheus. بذاریم اینو بهتون بگم، چیزهایی که با گولنگ نوشته شده اکثرشون ایمیجشون خیلی 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 تمیزه، به خاطر اینکه گولنگ باینری هاشون استاتیک لینک هن. وقتی که داکر ایمیج میسازن معمولا داکر فایلشون چند مرحله است و اون بیلد و خود فایل اکسیکیوتیبل رو جدا میسازن و میذارن تو داکر فایل. واسه همین خروجی اون داکر فایل ایمیج فقط یه ایمیج خالیه که فقط اون یه دونه باینری توش داره معمولا. در مورد اکسپورتر های دیگرش هم یه توضیح کوتاه میدی؟ بله باشه. خب اوکی، اکسپورتر های دیگر هم داری. من نود اکسپورتر بهتون نشون دادم که یعنی جنریکه، یعنی همه اگه میخوام با پومیتیوس کاری بکنن، میخوان یه تستی بزنن، میخوان مثلا یه سیستم رو مانیتور بکنن، میتونن نود اکسپورتر رو بیارن بالا. اما اکسپورتر های دیگر هم داریم و خودتون هم میتونید اکسپورتر برای یه چیزی بسازین. مثلا شما یه چیزی از یه نرم افزار خیلی خوشتون میاد، یا از یه سرویس خیلی خوشتون میاد، یا یه چیزی روی سیستم خیلی خوشتون میاد و گفتی خب من میخوام یه اکسپورتر بنویسم. حتی مثلا میتونی یه چیزی بنویسی که با API مثلا جیمیل خب، یا API پروتون میل، یا هر چیزی، هر سیستمی، یا توییتر به اون API درخواست بزنه، داده رو در بیاره و به طور متریکس اکسپوزش کنه، اکسپورتش کنه به پرومیتیوس. و میتونی یه داشبورد بسازی تو پرومیتیوس که داده نمیدونم توییتر توش داره یا ایمیلات، میگه چند تا ایمیل رد داری، آن رد داری، به چه تعدادی دارم میاد، چه سرعتی داره میاد، اینجور چیز میذارم. اینا رو میتونی به راحتی این سیستم رو بسازی و خیلی هم حال میده. میدونی وقتی که میتونی به همه چی یه اکسپورتر بنویسی بسازی و لینکشون کنی به هم دیگه و یه داشبورد واسه خودت بسازی، هر روز میتونی داشبوردت نگاه کنی بگی خب سرورم در حالت عادی خوبه، هیچیش نیست، ایمیلز ها هم که کمه، نمیدونم درخواستای به وبسایتم نسبتاً زیادن، خوبه، خیلی طرفدار داره، اینجور چیزا میتونی بذاری تو داشبوردت. خب برگردیم به این پورت، میتونیم بزنیم پورت دیفالت پرومیتیوس چی هست. معمولا تو این داکیومنتیشن میگه به ما.
بعد گرافون ها میتونه اینا رو بفهمه یا باید داشبورد جدا براش بساخت؟ بله خودت باید داشبورد رو بسازی. گرافون ها هوش مصنوعی نیست، اینا رو نمیدونه، باید خودت بهش اینا رو بگی و تنظیم کنی، ولی اونم خودش حال داره. میگه که چه جوری ما یه داکر بیاریم بالا. ای بابا، نمیگه نمیگه. حالا پورت دیفالتش چیه؟ آه 90-90. میتونی مرحله های و لایه های این داکر فایل رو بتونی راحت اینجا ببینی، همونطوری که من زدم. میگه expose 90-90، پس احتمالا این پورتش همین پورتشه. 90-90 رو فوروارد میکنیم، expose میکنیم 90-90 به 90-90. خب و این رو سیوش میکنیم، ریزیتش نکنیم، اینو میبندیم و بازم میاریمش بالا. Docker compose up. این حالا میره Prometheus رو هم دانلود میکنه، ولی گرافانا رو دیگه ذخیره داره، کشش رو داره. الان لاگ دو تا سرویس رو میتونیم ببینیم. خب برگردیم به مرورگرمون، این گرافانا رو ما اینجا بذار، این ویندو رو جدا میزنم. خب ویندوی چیزایی که داریم داریم بالا، لوکال هست ولی پورت 9090. این داشبورد عادی پرومتیوس میگه try experimental react UI، همون پرومتیوس خودش یه داشبورد داره و میتونیم همینطوری query بنویسیم اینجا که اتفاقا یه چیزی داشت. go gc duration go threads، میتونیم اینا رو بزنیم، خودش مثل که داده جمع کرده، میتونیم به طور گراف بزنیم. ایوه میبینی؟ این خودش خیلی متریک داره، از خودش هم متریک میگیره، اینقدر خوبه. حالا دیگه چیا داریم؟ یعنی اوتو کمپلیت هم داره برای همه چیش، خیلی خوبه. مکس اوپن اف دیز فایل دسکریپتور هایی که تو سیستم باز میگه 20 و الان شده 19 تا. یعنی ما میتونیم الان بریم تو گرافانا، خب به وجودی که اصلا نود اکسپورتر هم نیاوردم بالا، میتونیم بریم تو گرافانا و یه دیتا سورس میزنیم، اینو زومش میکنم براتون. add data source، یه چند تا گزینه به ما میده ولی ما میخوایم Prometheus بهش اضافه کنیم. select، میگه name Prometheus، ما هم با این اوکی. میگه URL، خب ما چون تو داکر کمپوز اسمش رو زدیم پرومتیوس، خب DNS داخل داکر اینو میتونه یعنی ترجمهش میکنه برای ما. میتونیم بزنیم پرومتیوس پورت 9090 و اکسسش سرور، هیچی اینا کاریش نداریم و اینها رو فعال نکردیم. تنظیماتمون خیلی بیسیکه و همین دیگه. سیو اند تست، به به، سبزم شد. خب پس یعنی این رو الان توی configuration data sources Prometheus default. حالا ما بریم توی داشبورد، میبینیم که هیچ داشبوردی نداریم. میتونیم یکی جدید بسازیم با این دکمه مثبت اینجا، ولی گرافانا یه چیز خیلی خوب داره که از فکر کنم نسخه 6 اووردتش، اکسپلور. این اکسپلور میبینیم اینجا، اینو میزنیم یه اینترفیس کویری به ما میده و ما میتونیم شروع کنیم مستقیما، سریع، هیچ کاری نکردیم، هیچ چیز تنظیم نکردیم، میتونیم کوئری بنویسیم برای خودمون. میتونیم بگیم که چی داشتیم، مکس اوپن اف دیز پروسس مکس اف دیز. خب میتونیم اینو بزنیم و با شیفت انتر میتونم رانش کنم و به به داده داریم، ولی این عددش فرق میکنه، جالبه. ببینید چی دیگه داریم. وقتی این دکمه متریکس رو میزنیم چند تا چیز به ما میده، میگه که پروم HTTP یه سری چیز داریم، پرومتیوس، خود پرومتیوس داریم، مثلا میتونیم بیلد اینفو پرومتیوس رو در بیاریم و به طور تیبل میتونیم بخونیمش یا نمودار، ولی فایده نداره نمودار بخونیم چون همش عددش یک باید باشه، چون این تایم سریز نیست در حقیقت.
میتونی از پرومیتیوس استفاده کنی که داده های داده که زیاد تغییر نمیکنه رو اونا رو هم جمع کنی. چون چیکار میکنه؟ به جای اینکه مثلا یه عدد خاصی بذاره، فقط یک میذاره، ولی به اون عدد یه چند تا لیبل میزنه، برچسب میزنه. مثلا میگه که این فلان پرومیتیوس بیلد اینفو مال برانچ هده، گولنگی که باش کمپایل شده نسخه 1.15، اینستنسی که ازش گرفته یعنی سرور یا سیستمی که ازش این داده رو گرفته جمع کرده مال لوکال هست 9090 بوده، جابش پرومیتیوس بوده، یعنی توی تنظیمات پرومیتیوس الان اگه نگاه کنم این تنظیم شده پرومیتیوس و ریویژن فلان ریویژن، احتمال این کامیتشه که ازش گرفته، ورژن 2.22.2، یعنی این نسخه پرومیتیوسه که داره استفاده میشه. و میتونیم از این داشبورد بسازیم. اگه من برم توی داشبورد بگم add new panel، میتونم این متریک پرومیتیوس رو بیارم بالا، بزنم build info و این نموداره، ولی ما نمودار نمیخوایم، ما این گراف رو نمیخوایم، ما میخوایم یه چیز دیگه، یه جوری دیگه اینو نمایش بدیم. پس میگیم میزنیم این دکمه ویژوالایزیشن اینجا و میتونیم عنوان تکست بذاریمش و میتونیم این توی قسمت اگه یکم برم پایین تر هندل تایتلش رو آنه بذاریم، اینو بذاریم build info. خب چیزش هم گذاشتیم تکست، دیسپلی هم همون اوکیه و میریم میخوام اینو تغییرش بدم با اون داده، نمیدونم چرا نمیتونم. بذار ببینم، خیلی وقت بوده. حالا میتونیم با این هم یک کاری بکنیم. آها، اینجا کوئری به ما میده، میتونیم بزنیم build info، ولی فکر کنم بتونیم اینجا دادش رو در بیاریم. حالا میتونیم از یه متریک دیگه هم بگیریم که یکم اینقدر سخت نباشه. میتونیم Prometheus engine queries صفر، ای بابا این که به درد نمیخوره، چیز جدید، چیز خوب، یه عدد خوب در بیاریم. خیلی داده داره، خیلی داده داره. بذار ببینم استوریج باکس بایتس، این هم صفره، ای بابا شاید من اشتباه دارم نگاه میکنم. میتونیم پروسس رزیدنس مموری بایتس، آه این قشنگ. خب میتونیم ازش نمودار بسازیم، گیج بسازیم، میتونیم خیلی کارو باش بکنیم. حالا بیشتر وقت میخواد، آدم باید بشینه نگاه کنه که میخواد چیکار بکنه، کارای انجام بده. آه این فیل رو هم باحاله، میتونیم یونیتش رو تغییر بدیم، میتونیم بگیم که خب این بایتس، خب پس ما بریم اینو بذاریمش چی، دیتا بایتس، یعنی 53.9 مگابایت داره رزیدنت پروسس رزیدنت مموری بایتس. و خب چون این یه جور درصدی از مکس و مین هم نداره، میتونیم شاید این طوری که ما نمایش دادیم به درد نخوره، ما میتونیم برگردیمش به گراف و این میگه last 6 hours، اینو تغییرش بدیم به last 1 hour یا برام بهتر last 5 minutes، که این هم خیلی خوبه. این در حقیقت باید یه گیج باشه، گیج یه نوع دیتا تایپ تو پرومیتیوس که هر موقع پرومیتیو یا اکسپورتر یا خود پرومیتیوس این داده رو میگیره به روز میشه. خب و این عدد مثل کانتر نیست که همش بره بالا. داده های دیگه داریم که مثل کانتره، مثلا تعداد پکت ها یا بایت ها که از یک کارت شبکه ارسال شده، اون عدد هیچ وقت نمیره پایین، همیشه میره بالا. خب و واسه همین اون بهش میگن کانتر
و اونها باید یه فانکشن روش گذاشت. مثلا میتونی ریت رو روش فعال کنی. مثلا اگه اینجا ریت فعال کنم خیلی قاطی پاتی میشه، میگه خب من نمیتونم چون این اونجور داده نیست. آه نه بخشت، به خاطر اون نیست، به خاطر اینکه ریت رو باید یه زمانم بهش بدیم، میگیم که مثلا 2 دقیقه 2 ام. خب ولی این اصلا معنی نداره برای چیزایی که میتونی ازش یه ریت بسازی، بیشتر معنی. خب ما بریم این نود اکسپورتر رو بگیریم، چون من میدونم اون داده خیلی جذاب به ما میده. خب اینو میذارم دیسکارد. خب و میریم بازم تو اکسپلور، اینو دیسکاردش میکنم و میرم تو این خودمون توی داکر هاب، میذارم نود اکسپورتر. داریم از خود پرومیتیوس most popular نداردش اینطوری شاید. آره داردش. خب اینم فقط داکر پول فلان و امیدوارم تنظیمات عادیش خیلی خوب باشه برامون. بذار پورتش هم در بیاریم، تو این یه پورت هم باید داشته باشه. پورتش 9100. خب ما میریم توی داکر فایلمون، میگیم نود اکسپورتر و ایمیجش فرام چی بود؟ نود داش اکسپورتر، داش اکسپورتر و تگ لیتست هم بهش میدیم. این پورتس یه لیست پورتس که فقط ما 9100 میخواییم، 9100 و همین فکر کنم کافی باشه. خب این رو قطعش میکنیم. الان تا اونجا که من میدونم همه داده رو که داشتیم تو اون سیستم پاک میشه، بازم میانیمش بالا. نود اکسپورتر رو میگیره خب همه چی اومد بالا. حالا مشکل اینجاست که توی پرومیتیوس، تو پرومیتیوس من بذار بازم ریلود کنیم، این هنوز لاگ دیدیم چه باها. توی پرومیتیوس هم به ما میگه که اگه بریم تو ستیتوس خب تارگتسمون چیه، و این فعلا فقط تارگت خودشو داره. باید پرومیتیوس رو تنظیم کنیم، بهش بگیم برو از اون نود اکسپورتر یه اسکریپ بگیر. ببینید میگه اسکریپ لاست اسکریپ 7.5 ثانیه پیش اسکریپ کرده و اون اسکریپش تقریبا 10 میلی ثانیه طول کشید. ما الان باید بهش بگیم که خب برو از یه جای دیگه هم اسکیپ بکنی، داده رو جمع کن. و برای این ما باید بریم Prometheus getting started یه کانفیگ شروع برامون داره اینجا. آها بله. خب میگه فایل Prometheus رو باید تغییر بدیم. و این فایل Prometheus کجا قرار میگیره معمولا؟ فکر کنم تو همون etc.prometheus.yaml قرار میگیره. پس فکر کنم بتونیم با والیوم ماونتش کنیم. والیومز میتونیم بگیم Prometheus، یه پوشه میسازه الان به اسم Prometheus و بگیم که etc Prometheus. ببینیم این چه جوابی میده. بازم بیارنش پایین. میگه error cannot open no such file or directory. Config file etc prometheus prometheus.yaml. خب ما الان یعنی اون پوشه رو دارتش ولی فکر نکنم کانفیگ توش پیدا کرده. etc prometheus prometheus.yaml. خب الان از این فایل میزنیم بیرون، میریم vim prometheus
prometheus.yml. خب و این که از اینجا گرفتیم رو کپی میکنیم و پیستش میکنیم. به به. خب اکثر این چیزا رو من نمیخوام، بذاریم این رو پاک کنیم. خیلی هاش کامنت بود مثل که ای بابا، ما فقط اسکریپ اینترول رو میخواستیم و این اسکریپ کانفیگز رو میخواستیم که توی چیز قرار بگیره. و توی اسکریپ کانفیگز هم میخواستم که یه جاب نیم جدید بسازم به اسم جاب نیم، میخواستم اینطوری تنظیمش کنم، node-exporter. و یه لیست تارگت هم میتونیم بهش بدیم، scrape interval میتونیم بهش بدیم و تارگت میگیم static configs و dash target و یه لیست هم بهش میدیم اینطوری. و اگه یادتون باشه باید اسم DNS اون کانتینرمون نود اکسپورتر باشه با پورت 9100. فکر کنم این جواب بده. آیا خطایی میبینید بچه؟ اینو سیوش میزنم. cannot open file for writing. ای بابا. آنچه نه بسا اینا قبل از اینکه اگزیتش کنم یه یه کپی بگیرم ازش و ببینم شاید پرمیشنزمون مشکل داشته باشه. اما سودو میزنم اینطوری پیستش میکنیم. بعد هم میاد وقتی این کارو میکنه. گهگذاری آدم میگه برای چی نرفته وی اس کد، با وی اس کد این کارو بکنه. خب این رو حالا الانش سیو میشه. بله set paste for pasting mode after pasting dot set no paste. نه با ویم کار نمی کنم، اینا رو یادم نمیمونه. خب ببینیم الان جواب میده یا نه. config file completed. میبینی اینجا نوشته completed loading of configuration file file name in. خب اگه الان بریم تو پنل Prometheus مندیم دارتش ولی اسکریپش نکرده هنوز. الان تونست اولین اسکریپش رو انجام بده، یعنی داریم الان از نود اکسپورتر داده میگیریم. خب بریم تو گرافانا ببینیم، ولی اون یکی رو چون الان یه کانفیگ فایل استاتیک مشخص کردم، اون داده ای که پرومتیوس از خودش میگیره رو دیگه نمیگیرم، ولی اونم میتونم تنظیم کنم. بریم توی اکسپلور ببینیم چه داده ای الان داریم. این الان به ما میگه که از نود اکسپورتر میتونیم بوت تایم سکوند رو بگیریم که میگه چند ثانیه الان، این عدد ثانیه من نمیدونم، نمیتونم بخونمش. خب CPU seconds total. اوه نگاه کن، حالا این داده از چند تا لیبل مختلف هم داره. مثلا این داده اگه نمیدونم اگه بتونم بخونین، ولی مثلا میگه خب نود CPU seconds رو دارم از نود exporter، یعنی این خود این کانتینر باشه، و مود آیدلشو دارم، آی او ویتشو دارم، آی ار کیوشو دارم، نایس سافت آی ار کیو، همه چی اینا رو دارم. میتونم ببینم دایده هست که شاید عددهای خیلی قشنگ نشون بده. نود اکسپورتر بیلدینگ رو که ما مثل همون پرومتیوس هم که همون تا دیگه نشون میده. نود فایل سیستم فایلز، چند تا فایل دارم تو فایل سیستم؟
اوه چه باحال. خب چون این تو کانتینر کانتینر هست، داکر یه سری فایل سیستم مونت میکنه از سیستم خودم که چی باشه؟ etc host name, etc host و etc resolve conf. و میشه دید که این حتی اسم دیوایسش هم داره. من ZFS استفاده میکنم برای روت فایل سیستم هم توی سیستم، که الان میبینی که زی روت میبینی fs type ZFS، یعنی اینا رو میتونی ببینی، خیلی هم باحاله. و میگه که توی کدوم فایل سیستم چند تا فایل داریم. بذار این تایم رو میذارمش 5 دقیقه آخر، و اگر مثلا من برم یه بش سکریپتی بنویسم که سیستم پر از فایل بکنه، که من نمیخوام این کار رو بکنم چون ZFS این براش خوب نیست، میبینین که این عدد میره بالاتر. اصلا اینجا هم میشه دید که این عدد میره بالاتر. حالا ما فرض بگیریم میخوایم فقط این رو ببینیم، میتونیم روی یک از اینا کلیک بزنیم ببینیم که اوه عدد داره تغییر میده و داره کم میشه اتفاقا. این فایل ها دارن کجا میرن؟ خیلی هم باحال شد. خب node forks total، تعداد fork توی سیستم. میگه metric node forks total it's a counter. اگه یادتون باشه من گفتم چیزهایی که counter هستن فقط میرن بالا، و بهتره که ما rate روش بذاریم. و الان که یه rate روش گذاشتیم هنوز میره بالا ها، ولی خط صاف نیست. میبینی اینجا یکم gradientش کمتره، یعنی نمیدونم فارسی gradient چی میشه. Temperature Celsius CPU من میتونیم دمای CPU ما ببینید چه باحال. خب یعنی حتی این تونست داده دمای CPU از ThinkPad رو در بیاره، این طوری ذخیره کنه تو دیتابیسش، چه باحال. و الان هم چون دارم استریم میکنم CPU هم واقعا داغ کرد. من دست بزنم به لپتاپ اوه داغه. یعنی تقریبا 75 درجه. خب ما میتونیم چیزای خیلی قشنگ باش بسازیم. این میگه که تمپ 1 2 3 4، میتونیم تمام اینا رو جمع کنیم. فکر کنم با این میگه سام میتونیم بزنیم، ولی شاید فانکشن های دیگه هم داریم مثل مین. خب نه نداره، یادم نیست والا. سام رو بزنیم ببینیم چطوری سام. سام که اصلا معنی نداره، همشون رو به هم اضافه کرد اصلا به درد نخواد. ولی فانکشن زیاد داریم. بذار ببینیم تو داکیومنتیشن پرومیتیوس ببینیم فانکشن هاشون چیه. خب پرومیتیوس docs functions. خب فانکشنز امبز داریم، returns the input vector with all sample values blah blah blah. absent اینا اینجا یه ایندکس گذاشته. خب ceiling changes max day of the week, explore, delta i rate, log 2, month rate, average نداریم اینجا. ای بابا aggregation over time. Average over time. بزنیم average over time ببینیم چی هم میتونیم در بیاریم. اینو اشتباه زدم. AVG over time و یه time هم بهش بدیم، بگیم مثلا 5 دقیقه. خب و رانش کنیم. آها خب حالا average 5 دقیقه این دما رو من میدم، یعنی خیلی صاف شد اومد. و خب ما میتونیم بذاریم ماکس رو میتونیم بگیریم الان، یعنی بزرگترین عدد همه سیریز رو گرفته و داده به من. یعنی ما خیلی کارا میتونیم با این پرومیتیوس و نود اکسپورتر و کارهای دیگه انجام بدیم. بذاریم چند تا متریک دیگه هم بهتون نشون بدم حالا که داریم باش حال میکنیم. Node load 1
این لود سی پی یو هست. فکر کنم اینجا که میگه مثلا 4 و 4، ای اینجا اچ تاپ باز کنم، کنم این اچ تاپ هم الان مگه آها میبینی این بالا، این بالا سیستم میگه که لودش الان تقریبا 4ه، پس این عدد سی پی یو لود سیستم رو داره. من میتونیم بریم نود خیلی چیزای زیاد داره. خب چون این چیزای سیستم عامل اصلی داره جمع میکنه، شاید ICMP این messages، خب اینو ببینیم چی داره. میگه صفر اگه الان بزنم ping local host، ببینم این عدد میره بالا. بذار یه چند دقیقه صبر کنیم تا اسکریپ بکنه بازم، امیدوارم که بره بالا چون خیلی جالب میشه اگه الان بتونیم ثابت کنیم. نه آه حیف. آی سی ام پی اوت مسیجز چی؟ اونم هیچی، اونم صفر. ای بابا چیزای تی سی پی هم ما میتونیم ببینیم. احتمالا این استریم تویچ هم یو دی پیه. خب پس ما باید یو دی پی رو ببینیم، امیدوارم که اینم مثل پینگ نباشه. UDP out datagrams. آها اینو نمیبینه. من میدونم چرا این. این به خاطر اینکه این نت استات توی نیم اسپیس هاش جداه و این چون تو کانتینره، این فقط داده از اون نیم اسپیس کانتینر میتونه ببینه. نتورک نیم اسپیس کانتینر. حیف واقعا. نتورک چیز میزنه نتورکش، فکر نکنم بتونیم ببینیم، مگر اینکه من یه پرومیتیوس الان رو سیستم خودم بیارم بالا و بتونیم این داده رو بدون هیچ فیلتر بتونیم ببینیم. شاید این کار رو بکنم برای شما. چی کار میکنم ببینید؟ S node exporter ببینیم داریم یا نداریم. Arch node exporter Prometheus dash node exporter Prometheus dash node dash exporter نصبش میکنیم. حالا این نود اکسپورتر رو الان با همین ترمینال نود داش اکسپورتر نود اندرسکور اکسپورتر بزن نود بس اتو کامپلیت بزنم. نه هیچی نیست. میسیوس نه اونم نیست. ای بابا ما چجوری نصبش کردیم؟ شاید سیستم سی تی ال نود داش سیستم سی تی ال استیتوس نود. ای بابا بریم توی این داکیومنتیشن آرچ بریم این هم ببندیم. آرچ نود اکسپورتر بیوتیفایل لیست User bin Prometheus node exporter. خب باید باشه دیگه. Prometheus dash node dash exporter. داریم. میگه address is already in use. به خاطر این تو کانتینر هنوز بازه. خب ما بریم تو اون کانتینر غیر فعالش کنیم. اینو برش میگردم تو background.
ولی قبل از این کارو بکنیم، بریم توی این تنظیماتش بگیم به جای اینکه توی تارگت اینو بگیره، آی پی سیستم خودم هم بگیره. خب آی پی سیستم خودم هم تو توی اون چیز اون بالا این بیرم زدیم بیرم استرین مانیتورینگ. Prometheus IP سیستم خودم باید اوکی فکر کنم 10 2 128 228. امیدوارم این جواب بده و بیم داکر کمپوز این و نه داکر کمپوز و نود اکسپورتر رو اینجا چکار میکنیم؟ پورتش رو غیر فعال میکنیم. اوکی حالا از اینجا میانیمش پایین این ورم کجا بود؟ اینا رو میبندم چون زیاد داریم. اینا رو میبندم این بود اینجا. خب Prometheus Node Exporter میگه Listening on address 9100. خب امیدوارم از داخل کانتینر هم بتونم بهش دسترسی پیدا کنم. بازم میزنیمش تو background و اینجا هم بیاریمش بالا. بازم اومد بالا. Prometheus رو ریلودش بزنیم ببینیم ببینه. unknown بابا یه اسکریپی بزن دیگه. آها زد. خب این اسکریپ دیوریشنش خیلی بیشتر بود میبینین، خیلی جالبه. قبلش یه 9 ثانیه میدیدیم، الان 70 80 ثانیه میلی ثانیه میبینیم. بریم تو گروفانو ببینیم تو متریکس اون چی داریم. Let's start UDP out datagrams. آفرین. میبینی الان میبینیم که از این سیستم اینستانس 10.2.128 پورت 9100 ما تعداد UDP datagrams out اینه. و اگرم یه چند بارم ریفرش بزنیم میبینیم که داره میره بالا. حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ متریکس های خیلی جذاب که هیچ اطلاعاتی توش نبود الان درش بیاریم. ICMP داشتیم یه جایی بکنم. ICMP امیدوارم دیگه این داشته باشه یه چیزی. چرا را نمیاد اونم؟ ICMP این messages. خب 600 تا داریم، 648 تا. این رو اوتو ریفرشش رو میزنیم پر 5 ثانیه. از این ور میگیم زومش هم میکنیم ping local host. اصلا نه sudo ping dash i 0.1 یا 0.1 local host. ببینیم آیا این عدد میره بالا یا نه. امیدوارم بره بالا. ای بابا نمیره. شاید با این آی پی باید بزنم 10.2.128.228. البته این هر 15 ثانیه داره اسکریپ میکنه تا اونجا که من میدونم، یعنی هر 15 ثانیه باید صبر کنیم ببینیم آیا داده تازه میشه یا نه. بریم توی چیز پرومیتیوس ببینیم اسکریپش کی بود.
اسکیپ قبلیش 15 ثانیه پیش بود، الان بزنیم بهتر. آها این عدد داره میره بالا، میبینی؟ از حد سنگ اوکی بود، درست بود. خب یعنی خیلی داده میتونیم ببینیم و جمع کنیم تو این سیستم. و اوه نگاه کن چه خوب داره میره بالا. حالا ما اینو داریم اینطوری، فقط کانتر نشون میده، ولی این عدد هیچ وقت نمیره پایین. اگه میخوایم ریت درست بی آی ریت هم داریم، یه فانکشن دیگه هست، میتونیم ریت 2 دقیقه رو ببینیم. 2 دقیقه اینطوری شیفت انتر. ها میبینیم که خب هر 2 دقیقه ریتش تقریبا 46 شد تا 116 در دقیقه، تا اونقدر موند تا هر 2 دقیقه، بعدش اومد پایین بازم. الان 0 شد. اگه الان بازم شروع کنم فکر کنم بازم بره بالا. البته با یه 15 ثانیه صبر کنیم تا داده تازه بگیریم. آره خلاصه اگه سوالی چیزی داشتین، یه ایده‌ای داشتین، یا نمیدونم چیزی داشتین میخواستین در مورد پرومیتیوس بدونی، الان وقتشه بپرسین، چون من دیگه فکر کنم هر چی که به ذهنم رسید رو بیان کردم. میتونید خودتون امتحان کنین، اگه سیستم دارین اینا رو بیارین بالا تو سیستمتون و همینطوری به مرور زمان یه سری داشبورد بسازین ببینین خب سیستمتون چجوری داره عمل. یا اگه سرور داشته باشین، وی پی اس دارین یا چیزی دارین، رزبری دارین، حتی گوشه اتاق نشسته داره یه کاری میکنه، میتونی نود اکسپورتر روش بیاری بالا، پرومیتیوس هم روش بیاری بالا، گرافانا هم روش بیاری بالا با همین داکر، یا میتونی مستقیما نصبش کنی و داده جمع کنی دیگه. و اکسپورتر های دیگه هم هست، اکسپورتر های زیاد دیگه هست، میتونی گوگل کنی برای اون اکسپورتر ها. حتی پرومیتیوس هم یه پیج داره فکر کنم، پرومیتیوس لیست اف اکسپورترز. یه لیست اکسپورتر، اکسپورتر از دیتابیس، هاردویر اکسپورتر که میتونه از خیلی سیستم های، حتی از این ویدیو هم میتونه اکسپورت بکنه، ایشو تریکر، جیرا میتونی از کانفلوئنس، جنکینز اون اکسپورت بگیری، مسیجینگ سیستمز، استوریج، میتونی از انجینکس هم اکسپورتر بگیری ببینید چند تا درخواست انجینکس داری، ای پی آی ها، میتونی کلاودفلر اکسپورتر هم بزنی، لاگین، همه چی هست، همه چی هست. مثلا این یکی که من خیلی خوشم میاد ازش بلک باکس اکسپورتر، که به همه جا و همه چی میتونه درخواست بزنه و اون تایم اون درخواست رو میتونه به عنوان یعنی متریکس اکسپورت کنه، مثلا HTTP, HTTPS, DNS, TCP, ICMP میتونه بزنه. اگه مثلا مشکل قطعی اینترنت داریم میتونه یه بلک باکس اکسپورتر بیاریم بالا، یه لیست اند پوینت بهش بدیم، میگه وقتی که میخوای از استفاده کنی میتونی حتی با بروزر با مرورگرت هم بری HTTP local host 9115 probe target و بهش بگی که چی میخوای ازش و میره برات اون درخواست رو میگیره و اطلاعات رو متریکس رو بهت میده. یه چیزی مثل این مثلا میتونیم خروجی تصویر از گرافانا بگیریم. خروجی تصویر نمیفهمم خروجی تصویر منظور چیه. با گرافون خیلی کارا میشه کرد، ولی فقط یه وب پنله، یعنی در حد اینکه یه وب پنل میتونه چیکار کنه این میتونه انجام بده. ولی میتونیم اکسپورت بگیریم ازش، مثلا میتونی اون چیزا رو که ساختی رو اکسپورت بگیری و به صورت یه فایل. خب میگن که یه یعنی یه نمودار یا شکل رو به صورت یه فایل خروجی بگیریم. آره میشه این کار کرد، میتونیم اکسپورت بگیریم، میتونیم مثلا داشبورد رو سیو کنیم اینطوری، بعدش من برم فکر کنم تو سیتینگز، خب
JSON مدل رو در بیارم. میگه this JSON model below is a data structure that defines the dashboard including settings, panel settings and layout queries. و این کلن تنظیمات این داشبورد و میتونی این رو دانلودش کنی یه جا دیگه بذاریش توی گرافان دیگه بیاریش بالا. آره دیگه. و پوشه هم میتونی بسازی تو گرافان ها، میتونی مثلا یه پوشه بسازی به اسم خودت، folder مثلا mark hash create و توش هم مثلا داشبورد بسازم. حتی الرتینگ هم داره ولی من باش با الرتینگ این کار نکردم، من برای الرتینگ از الرت منیجر استفاده کردم. خب اگه سوال دیگه پیش اومده و الان هم نشد بپرسین، میتونین توی نظرات بات بذارین که لینکش رو چند بار فرستادیم توی چت و کانال یوتیوب هم داریم، اگه میخواستیم برین، اگه نتونستین تمام این استریم رو ببینیم میتونین برین تو یوتیوب ببینینش. خوشحال میشم اگه برین اونجا سابسکرایب بزنین یا لایک بزنین، اینا گفتن که کمک میکنه دیگه. دیگه نمیدونم، اگه حال کردین به من بگین که حال کردین، من خیلی خوشحال میاد که یکی بگه که من با این فلان چیز رو یاد گرفتم حال کردم، یا مثلا رفتم سر کار چنین چیز رو پیاده سازی کردم و رئیسم خوشش اومد. خیلی خوب خوشحال میشم که این اتفاق براتون پیش بیاد. آره دیگه، اینم از پرومتیوس و اینا. نظری داشتین برای استریم بعدی خواهش میکنم تو بات بزنین که من اونا رو میخونم و اگه من باش حال کنم و علاقه مند باشم میرم در موردش استریم برنامه‌ریزی میکنم، استریم رو میذارم. میخواستم بگم که برنامه یه چیزی خریدم، یه وسیله خریدم مثل یه نوت پد. میخوام از این نوت پد استفاده کنم که از اون استریم بگیرم و بتونم براتون راحت نمودار بکشم یا یه نقاشی بکشم که مشخص میکنه، توضیح میده یه چیزی رو. حالا هر وقت هم اون اومد با اون شروع کنم استریم هایی که من میخواستم با اون انجام بدم، مثلا استریم میکنم مثلا همون کانترکت و نت و اینا، یا شاید روتینگ یا اینجور چیز میذارم، من شاید با اون انجام بدم چون الان فعلا یکم سخت. خب دیگه اینم از من. من دیگه شب بخیرم بگم، بیشتر یک ساعت شده، خوشحال شدم و شبتون بخیر و یادتون نره برین سابسکرایب بزنین و فالو بزنین. شب بخیر.